سه پنج و چهار اینطور بود. ما رفته بودیم خونه مادر بزرگم، من و مادرم تازه رسیده بودیم اونجا، همینطور نشسته بودیم. دایی من دانشجوی دانشگاه تهران بود، دوستی داشت، اتفاقا اصلا نه سیاسی بود نه تو این باغا، فقط دنبال درس بود. ولی چون میخوام اینو به شما بگم، اینا یادشون رفته چه فضای اختناقی اون زمان بود. درست قابل مقایسه با اینا نیست، چون اینا ها رو چی هست؟ چرا؟ که اینا خودشون میدونن دیگه، دیگه ماهیت آخوند دیگه مشخصه. اما آقای دلدار خدا شاهده، چون دایی من اونجا قرار داشت جلوی دانشگاه تهران، وقتی از کلاسش میاد بیرون جلوی در دانشگاه تو خیابون قدم میزده منتظر بوده، صرفا به خاطر اینکه عینک زده بود و سیبیل داشت بهش مشکوک میشن، میگن اینجا چی کار میکنه، میگه من دانشجوام، کارتشو نشون میده، خودشو میذارن توی ماشین ساواک، میاد مستقیم خونه که ببینن این کیه خونه. چون اومدن یه دفعه ما دیدیم همینجوری که نشسته بودیم، فقط شما دایم اشاره کرد برین از اتاق بیرون، ما اصلا نفهمیدیم، ما فکر کردیم با دوستاش اومده، دو تا آقای قد بلند و هیکلدار اومدن تو، هیچی رفتن میگشتن، هیچی هم پیدا نکرد چون کسی نبود. وقتی بعدا ماجرا رو تعریف کرد برای ما، گفت من رفته به من مشکوک شد و یک همچین اختناقی تو ایران شاه حاکم کرده بود. چرا نمیان بگید یه طبقه مرفه بود که تمام ارتشی ها بودن، البته درجه های بالا بودن، تمام امکانات رفاهی دیگه میدونیم، کلوپ شاهنشاهی عضویتشو به هیچ نرفت. خدا آقای دارشید، من میخوام یه چیزی به شما بگم. اینا که اینقدر ادعا میکنن، بله شاه اومد با همدستی بیگانه و علیه دولت دکتر مصدق کودتا کرد، اگه دکتر مصدق مونده بود شاه هم الان شاه بود، هیچ کس هم نمیتونست بندازش و دولت هم الان ما در حد این کشورهای اروپایی بودیم. ولی ایشون اومد با بیگانه هم دست شد بر علیه دول مردم، بر علیه دولت مصدق، و به جای اینی که هفته ای بیاد گزارش کار مملکت رو به مردمش بده، هر هفته سفیر انگلیس و سفیر امریکا میرفتن توی کاخ به شاه دستور میدادن چه بکن چه نکن. واقعا که باید اینایی که میان اینقدر از وطن پرستی شاه بگن، به نظر من شاه خودش نوکر بیگانه بود و هستم دیگه ندارم. اینو باید ببینن دیگه، نه حکومت شاه بر میگرده، کاری که شاه کرد، یعنی اون چیزی که حالا دیگه مرسی ازم اومد محفل همین شاه بود، کار شاه بود، مرسی بود. مرسی شبتون بخیر. این آخر تلفنی که دارم میگیرم دیگه، نه چون اصلا بحث شاه نداریم. آقای کابیانی اومد یه سنگی رنداخت، طالبی جمعش کن، موضوع شاه نیست الان، موضوع آخونده. سلام جانم، آخرین تلفن، شب شما بخیر. بفرمایید. درست می‌فرمایید. ضمن اینکه خب نهایتاً هم دیدید که خارجی‌ها اون شاهدی که این خانم این بعد از سوء نفوذ می‌کنه بیرون انداختن از کشور. من نمیدونم این چه جور منطقیه که این خانم به کار میبرن، ولی ما دیدیم که شاه و پدرش جفتشون فدای سیاست های مستقل ملیشون شدن. اگرچه تبلیغات در کشور ما ضعیف بود و کارهای فرهنگی نشده بود و ما مردم عقب افتاده بودیم و زمینه های استبداد خودمون مردم به وجود آوردیم، ما اگه 10 تا مستبد هم برکنار کنیم باز 11 خودمون میسازیم. آفرین. این خودمایم. مؤثر نیست. ما فرهنگ اون آلودگی هایی که تشیع به ما داده، ما تو سیاهی و سفیدی چیزی رو نمیبینیم، در حالی که حقیقت در اون طیف خاکستری وسطه. ما یاد گرفتیم یا ظالم رو ببینیم یا مظلوم رو ببینیم. این آلودگی فرهنگی ماست خانم عزیز، ما هستیم که مقصر هستیم و امیدوارم این 30 سال به ما کمک کرده باشه که عیب‌های خودمون رو پیدا کنیم. جناب ستار دلدار، می‌بینی که از زمانی که جمهوری اسلامی هوادارای جمهوری خواهش رو در امریکا از دست داد دچار مشکل جدی شد. اتفاقاتی که بعد از اون افتاد با سیاست‌هایی که آقای اوباما در پیش گرفت، چون می‌دونید سیاست‌های اوباما هم در داخل امریکا سیاست‌های انسانیه و نمی‌تونه در خارج از امریکا هم غیر انسانی باشه، و من تردید ندارم این گپی که در درون جمهوری اسلامی ایجاد شده صرف نظر از انگیزه، البته منظور گپ فاصله است، چون الان گفتم گپ، میگم اون گپی که می‌فرمایید منظورتون فاصله است نه گپ برنامه من. بله این حاصل اون سیاست هاست و ضمناً انگیزه های داخلی هم مؤثر. میدونید بعد از 30 سال اون گروهی که بعد از به وجود آمدن انقلاب میدونید تصفیه بزرگی در سازمان‌های دولتی شد و ده ها هزار نفر رو اینا تصفیه کردن، خودشون آدم آوردن. الان 30 سال گذشته اون آدم ها همه دارن بازنشسته میشن. رئیس جمهوری که الان سر کاره میتونه مجددا تجدید به اصطلاح
پرسنل بکنه و این هر رئیس جمهوری در این دوره روی کار میومد میتونست عوامل خودش رو روی کار بیاره و اون جاها رو پر کنه. یکی از انگیزه های دعوای اینها این بوده. دومین انگیزشون افزایش قیمت نفت در سالهای آینده است که اینها میخواستن که بهره برداری بکنن. این جنگ ها از یه طرف جنگ های داخلی، سیاست های خارجی هم که امریکا چنجی که اعلام شد در واقع اون حمایتی که روی تندروها بود در ایران و مرتب اصلاح طلب ها رو میکوبید عوض شد به نفع اصلاح طلب ها و به همین دلیل هم هست که اصلاح طلب ها مغلوب شدن، مورد غضب واقع شدن و الان هم در امریکا میبینیم که اومدن که از حمایت دولت امریکا بهره مند بشن و قدرت رو مجددا به دست بگیرن. در حال منظورم اینه که ما اگر یه ذره عمیق‌تر به مسائل سیاسی نگاه بکنیم کمتر با هم درگیر میشیم و کمتر به سر کوله هم میپریم. اگر واقعیت ها رو بشناسیم ببینیم نارسایی های خودمون رو، اشکالات خودمون رو، احساساتمون رو که مانع از قضاوت درست میشه کنترل بکنیم، خیلی از مسائلمون حل میشه. که به همون دلیل هم بود که من به جناب علی گفتم به آقای گنجی نت به اصطلاح حمله نکنید به خاطر یه ایمیل آنچنانی که برای شما فرستاده، چون اثرات منفی اینجور حملات بیشتر صدمه میزنه تا اینکه حالا بگذاریم که به هر حال به شما هم حمله شده بود، شما باید دفاع میکردید از خودتون. ولی توصیه میکنم در این مورد بیشتر شکیبایی به خرج بدید. فدات بشم من، قربونت برم. مرسی عزیزم، مرسی نازنین، مرسی. البته من میگم فرمودید من حقیقتش نمیتونم بخونم، در مورد هر چی در مورد خودم بوده گفتم. برای بخوام بخونم باید توهین هایی که به بعضی از این مثل مجری های برنامه ها کردن من براتون بخونم، یا بس بخونم یا نباید بخونم دیگه. اصل هر چی که گفتم اون چیزی بود که اینا نوشته بودن، ولی که خب اول اینکه به من برسن تیترشو رو من بود، ستار دلدار انقلاب میخواهد. بعد شروع کرده بودن به بقیه همکارمون، اول بعد چشمون روشن شد، بعد از مثلا آقای فلانی که فلان میکرد، آقای فلانی که همیشه دهنش کف میکرد، حالا به فلان فلان، حالا چشمون روشن شد به ستار دلدار. خب خیلی بد نوشته بودن از شروعش، یعنی بد بود، هم توهین بدی به همکارا. و بعد در مورد من همون خدمتتون عرض کردم، این آقایی که فلان بوده سابقه من مثلا گیر آوردن، خیلی سابقه تاریک بوده. بعد این مسئله مطرح کرده. نه حالا چیزی نیست، اون تموم شد. من فقط هدفم این بود که به هر حال شخصی هم برخورد نمی‌کنم. حالا یه مقدار به هر حال جواب باسپین دادم دیگه. بدونن آقا مسجد جای فلان کار نیست و ما میشتسی و من آدم تعصبی هم نیستم علیتون واهمه بکنم یا بخوام از جوابتون هر کی باشه جوابش بدم. بنابراین چون اطلاعاتی کار کرده بودن، خیلی اطلاعاتی، برحال کار ندارم، تموم شد این موضوع. فقط هدفم اینه که اون چیزی که تموم نشده اینه که اپوزیسیون خارج از کشور رو باید مواظبش باشیم، مواظبش باشیم که دارن دزدی میکنن. و خیلی مشکله که ما تفکیک کنیم مسائل با هم دیگه، باید مواظبشیم بکنیم تا اونجایی که ضرورم میرسه، از قافل عقب نمونیم. اگه عقب بمونیم مثل انقلاب میشه، انقلاب قبلی میشه، عقب موندیم. بدونیم دارن چیکار میکنن تا یه جایش قبول کنیم. نمیشه، حالا توطئه جهانیه، هر چی که هست، برنامه‌ریزی جهانی که فکر میکنم اینی که دارم میگم درسته، یه رنگی رو به وجود آوردن، دنیا داره روش کار میکنه. خب اگه من از اول بدل اینکه الان میگن موسوی آورده، چه خود موسوی میگه من نیورده، من باش مخالفت کنم، من عقب افتادم. چون ممکنه که در واقع یه جریان جهانیه و من اگه صحنه رو ترک بکنم موسوی برده، پس بنابراین منم مجبورم که با هوشیاری آگاهی سبز رو بیام قبول بکنم. ولی که به اصطلاح پیش قراولاش نپذیرم، مواظب باشم که پیش قراولا رو به من حناق نکنن. هدف اینه. اضافه هم که وقت خیلی دیر شد، خیلی خیلی دیره، منم به هر حال 1001 کار 2380، یعنی شما فقط امشب 300 دلار دادید، کم بوده، خیلی کم بوده.